و در جامعه ایشان پلان های استعماری و استثماری ایشانان
خطاب یافت و مورد تهاجمات و حملات بیگانگان قرار گرفت. تاریخ سالهای زندگی نیست خطاب یاد داشته و چشم مسلمانان از غارتگری ها و کشتارهای بیرحمانه چنگیزیان در قلمرو وسیع خوارزمشاهیان و خلافت عباسیان و صلیبی ها در شام و اطراف آن و نصرانیان در اندلس پوشیده نیست. مثال زندگی حقیقت را در وطن خود میتوانیم بیابیم. اسلام که به حیث یگانه قانون استوار بر اقتضای فطرت و سرشت آدمی و ضامن بهترین تکامل روحانی، خوشبختی و پیشرفت مادی جامعه انسانی در حیات جامعه ما از ساحه عمل دور ماند. دینی که ضامن تغییر و تهذیب روان آدمی است، دینی که تأمین کننده عدالت و انصاف است و در قوانین و معاملات، دینی که ضامن عدالت اجتماعی در زندگی خانواده محلی و ملی جهانی است، دینی که دستورات آن بهترین راه تشریف و ترغیب به ترک و مبارزه علیه تمام مراشی اثار و منابع بدبختیهای فردی و اجتماعی نهفته است، دینی که تضمین کننده سیستم عادلانه و متحرک در اقتصاد آیدوی و اقتصاد ملی است، دینی که بهترین تاختهنده مرکز مخصوصا طبقه جوان به سوی علم و کمال عدم فضیلت و مبارزه بر ضد جهالت و نادانی بی‌هدفی و انحرافات اخلاقی و روحانی است، دینی که یگانه استوار نگهدارنده جامعه بر اساس حق عدالت محبت و صمیمیت ایثار همدویخواهی ترک خودخواهی خودبینی و فراموش کردن منافع فردی در برابر مصالح عمومی است، دینی که بلند بردن ارزشهای انسانی تثبیت کرامت بشری تحفظ بر مقدسات و اصول آدمیت را به بهترین وجه تضمین میکند، دینی که آرامش فکری رافه بشر قلب اسلام در تلاش پیدا کردن آن است تحصیل میکند و متضمن امنیت و صلح فردی و ملی است، و بالاخره دینی که مشروط جهانبینی و رهایی از تنگنای بدپرستی و الغای امتیازات نژادی و قومی و غیره در طاق فراموشی گرامش است. چرا برای تصمیم سالم چرا برای تصمیم تربیت سالم و تعلیل اخلاق نسل جوان خود به دامن دین چنگ نزدیم؟ در کدام یک از مکاتب پوهنتونها و مؤسسات تعلیمی و اداری دولت سیمینارهای موقوده تربیوی دینی و هدف تنبیه نسل جوان که مدافعین فردای هجوم کمونیسم و شفاهیان حراست از معتقدات دینی و استقلال مدین اسلامی ما بودند و آگاهساختن آنها به حقیقت و هدف دین دایر شد. ما شخصیتهای اسلامی داشتیم، علمای دینی داشتیم، فرهنگ کربلای اسلامی داشتیم، ما تحصیلیافتگان مکتب قرآن داشتیم، کشور ما گهواره سجده فرزندان مخلص اسلام بود. چرا از مرکز تولد اجداد امام حضرت علی شاه دیگر را رحمت الله علیه میرواعظ زابلی سید جمال الدین افغانی بوعلی سینا و سید اسماعیل بلخی ملحد شدیم؟ برای آنکه خود عطا کرده دولت رئیس الدولت اردو خیلی سیاستمداران ناوبتاندیش و اهل دین اکثر کمدانش و بیتفاوت نتیجه عنوان شد که ملتی بر آتش غفلت و بیخبری رسوند و کمونیزم چون سرطانی در صدد نفوذ در تا رکود ما کرده است. معلول این حدت صدها هزار زن مرد پیر و کودک بیگناه جانهای شیر اطلاع دست دادند، مساجد و مدارس اسلامی با آتش کشیده شد، اقتصاد کشور به زمین خورد، مکاتب کوهنتونها منبع ترویج کمونیزم گشت، کودکان ما قربانی فکری شدند، اموال مردم به غارت رفت، زمینهای زراعتی و خانههای گلی مردم سوخت، میلیونها مردم از وطن آواره شدند و بداها مشکل روحی و اقتصادی در خارج وطن مواجه گشتند. بالاخره یک ملت دارای 5000 سال سابقه تاریخی در معرض نسخه آشکارا مفید است که ما راه آینده را در پرتو مظالم و اشتباهات گذاشته هموارتر سازیم تا سالمتر از همین بگذاریم که ما بعد از بار دیگر در آتش غفلت بسوزیم. و نه اگر در این بحث بیش از آن چیزی جواب نکند بیشتر داخل شویم ترس آن کم است که این همه سبب روز اختلافات فکری و در نتیجه بودیها برسد، در حالی که وظیفه و هدف اصلی ما این است که نیابیم به اساس چه طرح و اصول ثابت عقیدوی در جهاد برحق ملت خود رول خود را بازی کرده پیدا کنیم. پس بهتر است با آنچه از گذشته گفته شد به این نتیجه برسیم که راه نجات ما از این بحران در امان است که دوری غفلت و بیگانگی از آن ما را بدانیم. سیاسی جاسوسی و نفاق افکنی در صدد اینهای هویت اسلامی استقلال و آزادی وطن ما میباشد. روزها
وقتی به محاسن و نتیجه جنایات خسارای خود را افغانستان میبینند سخت مایوس و غمگین میشوند که مجاهد افغانستان با کمک نیروی عظیم برنامی توانسته است موافقانه جلو پیشروی روسو و تثبیت پلانهای خود توسعه جوانانه را بگیرد اظهار این امر صرف روی احساسات نیست بلکه حقیقت جهان آن را تایید کرده است چندی خبری خبرنگار فرانسوی در داخل افغانستان از یک مجاهد سوال کرد که میخواد که افغان در داخل افغانستان بر اوضاع مسلط است مجاهد جواب کوتاه و خانگینه ای دارد اونا مطلب انرژی پیمان دارد هر یکی که پیمان دست مجاهد بود او گفت اردویی که در دشتهای افغانستان از دست مجاهدین افغان از تانک بیرون برآمده نکنند و در درون تانکهای قدرت عاجز کنند آیا میگویند که بر اوضاع مسلط باشد تکبیر خود را در اوضاع مسلط کردند
و کردن آتش گروه‌بندی های قومی، نژادی و اسلامی در افغانستان کار دشمن است که مجاهد ما با آن خود اطلاع دارد. خوشبختانه یکی از تأثیرات جهاد امروز ما آن است که ملت ما دیدید که سلاح و نیرنگها را زیر حمله راست که باشد تشکیل کنید شده شد با فرصتی برای تحقیق این پلنها نمیدهد. ما در طول هفت سال گذشته مثالها داریم. روزها و برادران مجاهد هزاره ما که در چارپای شورای اتفاق اسلامی با نیروی ایمان که به دور از خالی را در مراسم مرکزی آزاد و فارغ از کوچکترین شکل تسلط روز و رژیم مزدور آزاد بگردانند تقریبان پیشنهاد کردند که با آنها استقلال داخلی نگهند و به ایشان کاری نمیداشته باشند اگر حوض دهیر و بیمور هزاره و چنین طرحی موافقت کنند و سبب آزار روز نشود. ولی برادران ما گفتند که ما به این دیده آگاهیم. افغانستان یک افغانستان است، دشمن هر کجای وطن دشمن ماست. اگر افغانستان آزاد شود به حدود جغرافیاییش آزاد خواهد شد و اگر به جهاد ادامه دهد به حدود جغرافیاییش به جهاد ادامه خواهد شد. برای دریافت غلط به سوی کانادا، آمریکا و آرژانتین دراز است.
نتیجه آن شد که کمونیسم روز پس از 68 سال در محلوی اصلاح منطق و اصلاح جنوبی به اصلاح اقتصادی می برسد. روسی شوروی برای تمامورن نیازمندی های اقتصادی ملت روسیه مخصوصا با توجه به اینکه سه بخش سواحل دولتی را سلامت تحت تسلیحات مصالح عسکری اتحاد جنوبی قرار با تدبیری بزرگ اقتصادی روبرو برای نجات از این تدبیری متوجه دو فکتور اندام اول عبور از مرحله دوم انقلاب صنعتی یعنی حضور تکنولوژی غرب و استفاده از دستاوردهای اصل کامپیوتر و دولت و دوم خیابی که روس را در چند نیروی اقلیم معنوی ملت افغانستان انداخت یعنی خیال رسیدن با آقای گرد از طریق فکرهایی که در جلب راه توسعه ملی روس قرار داشت در قدم اول افغانستان ایران پاکستان این عصر روس برای آن است که روسیه شوروی بدون راه داشتن به بعدین با آقای گرد در واقعیت کشور محاد بخش کرد زیرا سواحل روسیه شوروی 8 ماه در سال یک بلگان و برای کشتیهای تجارتی جدید غیر قابل استفاده است روسیه شوروی یافته راه آزاد را بعدین یگانه راه تضمین بقای اقتصادی خود است منظور از تذکر این مطلبان است که ولو روسیه شوروی احتمالا در مرحله بنابر هر عامل ادامه جنگ را با ملت مجاهد افغانستان و مرکز نمیدهد و تبدیل به اخراج قواهش در افغانستان موافقت کند افغانستان بازهم به حیث مانع و صد راه رسیدنشان با آقای گرد همیشه خواب زانبای کرمین را ریشان نگه خواهد و متأسف فرصت دیگری خواهند بود تا اردوی دیگر خود برسند منتها شاید در آن وقت وسایل برخورد و تکتیک حق داشته باشد این مقدمه ما را به مطلب اصلی میرساند اینکه والدین افغان رسالت بزرگ بلکه در پیشگاه خالق خود در برابر زمین و وجدان خود در مقابل نسل امروز و فردای وطن مسئولیت دارند و برای فردای افغانستان مجاهد مجهز به علم تربیه کنند خیال که برادر محترم ما معتمدی صاحب فرمود مجاهد به معنای واقعی آن که با آگاهی اسلامی اصلی ها را برای دفاع از دین و آزادی و حق اسلامی ایشان خود را آماده سازد باید بدانید که اگر روس یک نسل آینده را در برابر خود آماده برای جهاد میبیند این عامل بیشتر آزادی رفته شاهد بگرداند روسیه شوروی شاید بتواند به برابر راکتهای اصلی سنگر و نتهای یا سلاح ضد هوایی توپهای سفیر و حتی طیارات زمینی چاره کند ولی در برابر قدرت مقاومت یک نسل موافقش و مسلم و آینده که با آزادی بیشتر با زیر کمیتر با دل آینده از عشق به خدا و آزادی مرکزی نشان در صفوف عقیدی که ها آماده می شوند به هیچ وسیله به هیچ نیروی و هیچ نیرنگی چاره نخواهد توانست جز تسلیمی به اراده ملت ما و شناخت حقوق حقه ما آن برادرانی که به تسلیح و تنظیم اتحاد در معاملات سفارت وطن مصروفند و وسایل و منابعی در اختیار دارند آن قبل از اینکه بیش شده باشد با تک پروگرام رسمی اقدام کنند من در این قسمت به جناب شریف نگری صاحب و جناب محترمی صاحب پیشنهاد میکنم تا در موقع اینو پشاور تشریف میبرند آن را با برادران مجاهد لیبران حساب و تنظیمهای پشاور در چوکات دو اتحاد و با دیگر برادرانی که در جنب افغانستان در میان بگذارد اینکه اگر در پشاور یک سمینار تعلیمات اسلامی از طرف ائتلاف مجاهدین در افغانستان راهی شود و در آن سمینار نمایندگان مهاجرین افغان از گوشههای مختلف دنیا بیده هم آیند تا بر اموال درسی که در دسترس مهاجران است مرور نمودند اقدامات مهاجران را به یک ساحه استعمال نمودند و در تحریک کوشش درسی دینی متحد شکل باشد اقدام کنند خدا کنند برادران ما به این را همکفی میشان برادران محترم مجاهد شما سنگرداران و سپاهیان صادق اسلام هستید نور به چشم دلت ما قضیه افغانستان و قضیه ما قضیه اتحاد ما در حقیقت بزرگترین امانت است و ناموس ملت که به دست شما سپرده ما مقام شما را بس میانیم و قابل حرمت میبریم به سبب آنکه اول مقام مجاهد فرهنگ اسلامی را بس مقدم است و دوم اینکه شما امانتدار ناموس ملت هستید ما متأکد هستیم که شما حساسیت و قدیم بودن اوضاع و امانت بزرگی را خود را بگذارید
اتحاد را در برابر گرفتگی های ویژه سیاسی و فکری خوبه یه بگیه نسل سوال بسیار مهم است. دولت های اسلامی متأسف مارا و بزر شده اکثرا حد در دیگه نبرای و گمراهی هست. حرام شده می کنند فقط برای برای ساختن خواهشات اسلامی و تضمین بقای و احکام قرآن و مرود بشن. ببینید در تحت جهاز ما چی کرد. اگر شو آقای فروختان را مسلمان ایدی سعودی و یهود ایدی در زیر قبای زیر ملت مسلمان خون یعنی میلیون مسلمان اقوان را در جامع دوستی با کفر الهام دیگر جامع تعجب نیست چه آمار فرمانده ای آمار کسی که کمونیزم و باید خشی بازاران که زمان دارم کنید ولی اگر زمینی کمیشه اکتاره ایسی دولت امامات و تقیده یعنی تحاجیم دوستان و افغانستان بنام و نتواز و فرقا را دارم کنند و آن را شرعن و قانون تصحیح می دارد. اگر دولت رجستان سعودی که حافظ خانه خداست به هیچ اجتماعی در فرقا جهت تظاهر و نشاندازه انتجار و نقوان عالم اسلام است انوز هم مجاهد افغان را حتی به حیث مشاهد جازه شمول نمی دارد. اگر دولت اسلامی پاکستان علاقه به تمام برادری های در حق خواهران و برادران مهاجر افغان خود نموده و میماند جسارت خود را پنهان کرده و من جمله با نماینده رژیم کابل ولو به صورت غیر مستقیم داخل مذاکره میشوند. اگر دولت اسلامی جمهوری ایران که با ما تاریخ علایق فرهنگ و زبان مشترک دارد سالها با هم خندیدیم و با هم گریستیم در غم و خوشی همدیگر شریک بودیم با وصف معضلات داخلی ایران هنوز هم مسئولیتشان را در حق ملت برادرشان ایفا نکردند بدانید که فقط خدا با ماست ولی در عالم اسباب هیچ دولتی از ولایت اسلامی در غم ما نیست. حق خدا در صدد آن است تا چه گونه به استحکام موقع و تأمین منافع خود بپردازند. البته ملتهای مسلمان جهان و اکثریت خاطبه جهان آزاد به حمایت از حقوق بشری ما موقفگیری کرده و میکنند. با ارتباط به این مسئله موضوع مهمی را میخوان به جلال جانان مجاهدن توقع داریم آن را در صورت پیشبینی باشد اکیدا به توجه مقامات جمهوری اسلامی ایران برسند. اخیرا شنیده شد که روسها همین مزدوران و جیران خطری و فرکری را برای کشور به دور دولت حمایت یافتند. از روس مسلمان نیز در حق خود جفا دیدند و اکنون برای پر کردن خلای کس مزدور تعدادی از باقی ماندگان کس منظور توده ایران را به کابل وارد کردند و آنها را به وظایف متعدد و شاید هم دولتی میگمارند. کشندید برادری که اخیرا از کابل به آلمان سفر کرده دیر آمد که توده ها در صدد کرایه گرفتن خانه ها در مکی و رام به وزیر کرخان است. این مسئله جدا قابل توجه است. آن برادرانی که با دولت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ دفاتری که در ایران دارند و نفع دارند تا در دولت ساخته این سیل سبور مزدور مزدور روز افغانستان توجه دولت جمهوری ایران را که شجاعانه آن حس و مدخول و دشمن اسلام را حالا و حرکن محسوب ساخته. در ساهای بین ملی آنچه در دوکار ایران مدیه جوی سرمشت ملت مزدور ما مزاقران جاریست با افعاد دیگی خود طرف قبول رفته جوریست. این خود کافیست. این خود کافیست که مذاکرات بر خلاف تمنیات و دست جاهد ما باشد. اگر برادران ما لیدران احزاب و تنظیمها در تشکیل یک صدای واحد و ممثل تمنیات سیاسی مردم افغانستان بیشتر از این تعبیر میورزد خدا نخواست فرصت خروج به هدف خواهدن تحصیلات آن را آینهزان خواهند دید. پس در جریان این همه بحرانها این همه تبدیلی ها این همه نامرهای ما و خطرات متوجه منافع ملی ما و جهاد ما حفظ اصالت جهاد و صیانت تقدس جهاد وظیفه نهایت اخیر حساس و عمده است که به دوش رهبران و لیبران احزاب و تنظیمهاست. آنها در حق کنند این اصل را که افغانستان آینده یک افغانستان مسلمان مستقل دارای تمامیت ملی حاکمیت ملی غیر قابل تجزیه و متکی به خود باشد به حیث هدف نهایی مد نظر داشته باشد. مجموعه ایجابات هست با در جزدار وضع منطقه و جریانات بینالمللی ما را به اهمیت جبهه تنظیماتی و سیاسی جهاد بیشتر متوجه میکنند. مرحله ای که ایجاد مینماید فعالیتهای تصحیحی دیپلماتیک و سیاسی ما همراه آن کنند اما آهنگ و هم نظر با جبهه ها دیگر جهاد تبادل و مؤثرانه پیش برد تا جهانیان بدانند
که مجاهدین افغان نه تنها در سنگر بلکه در صحنه سیاست نیز استعداد رو پیش برده مرامهای مقدس پاک خود را به بیش از این وجه دارد. برادران ما باید خود تشخیص فرمایند که در پیشبرد این کار تنها به شمارهای یکدیگر برانهای ثابت خود که در بیرون از انقلاب وطن نیاز دارد. چنین مسافرت شخصیتهای مسلمان مجاهد فرصت آن را میسر میگردانند تا در زمینه تأمین این هدف با برادران خود صحبت کنند و از آنها خدمت بخواهند. الهی به ملت مخلصت نظر کن. تو ای پناه بی پناهان، ای فریادرس فریادخواهان، ای آورید کسان به هزاران هزار قلب پر از زرد و رنج، دوری از زن و فرزند و به هزاران هزار چشم یتیمی که معنی سالت در جستجوی محبت آغوش مادران و مادران شهید کنند، به هزاران هزار ناله بیوطنان که امروز در خیمه ها در دشتهای سوزان در بینوایی باز هم روزانه پنج بار و دربار تسلیم میگذارند و تو را حمد میگویند، به آوارهای که چشم به کمک دعا دارد. الهی ملت ما غرور داشت، ملت ما عزت داشت، ملت ما سخاوت مهمان‌نوازی داشت، تو به عزتش مساز و دستش را به این دعا اندراز مکن. ما را هیچ درگهی نیست، تو ما را دریاب که وعده نصرت داده ای. الهی این چیزان کن که پایان کار تو خوشنود باشی و ما را سلام. آمین.